با اخبار یک شنبه 29 خرداد ما از رسانه سبز ایران همراه شما هستیم و اما مهمترین عناوین خبری این بخش. درخواست روزه سیاسی در همبستگی با زندانیان سیاسی. شورای فعالان ملی مذهبی درخواست کرد ابعاد ناپیدای مرگ مظلومانه هدی صابر روشن شود. تجمع مجدد دانشجویان کوی دانشگاه تهران به دلیل قطع برق و اینترنت و تحلیل درایتی عضو جبهه مشارکت از علل ظهور جریان انحرافی در دولت. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا. با اخبار یک شنبه 29 خرداد ماه در خدمت شما هستیم. کمپین اعتراض سبز در بیانیه شماره 2 خود از اعتصاب قضای 12 تن از زندانیان سیاسی اوین حمایت کرده و از آغاز روزه سیاسی خود از یک شنبه 29 خرداد خبر داد. جمعی از حامیان جنبش سبز که در روز گذشته با انتشار فراخوانی از ایرانیان خارج از کشور درخواست کرده بودند تا در روز 25 ژوئن در شهرهای مختلف گرد هم آیند تا ضمن گرامیداشت یاد شهیدان راه آزادی مراتب اعتراض خود را به خشونت‌های سیستماتیک اخیر که منجر به شهادت حاله صحابی و هدی صابر شده را اعلام کنند. همچنین در بیانیه شماره 2 خود از اعتصاب قضای 12 تن از زندانیان سیاسی اوین حمایت کرده و از آغاز روزه سیاسی خود از یک شنبه 29 خرداد خبر دادند. به گزارش وبگاه اعتراض سبز در بیانیه شماره 2 این کمپین ابتدا یادآور شده است. بنابر گزارش‌های رسیده 12 تن از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین از صبح شنبه 28 خرداد در اقدامی اعتراضی نسبت به شهادت حاله صحابی و هدی صابر دست به اعتصاب قضای نامحدود زدند. این کمپین در همین رابطه خاطر نشان کرد در محکومیت شهادت حاله صحابی و هدی صابر و همچنین حمایت قاطع از زندانیان سیاسی زندان اوین از روز یک شنبه 19 ژوئن به مدت یک هفته اعلام روزه سیاسی کرده و در تاریخ شنبه 25 ژوئن با به حرکت درآوردن موج سیاه در شهرهای مختلف دنیا در میادین اصلی شهرها به تحصن می نشینند. و بدین وسیله از همه ایرانیان دعوت می کنیم تا با شرکت در تحصن در روز شنبه 25 ژوئن اعتراض خود را نسبت به شهادت حاله صحابی و هدی صابر به گوش جهانیان رسانده و همبستگی خود را با زندانیان اعتصاب کننده در بند 350 زندان اوین اعلام کنند. شورای فعالان ملی مذهبی با انتشار بیانیه‌ای در مورد درگذشت شهادتگونه هدی صابر خواهان رسیدگی دقیق و منصفانه مسئولان امر به این موضوع شد. به گزارش جرس در بخشی از این بیانیه آمده است. هدی صابر در زندگی پربرکت و مؤثر خود به کیفیت زندگی اهمیت می‌داد نه کمیت آن. او در دوران زندگی پربار خود با ظلم و ستم به مبارزه برخاست و نسبت به بی‌عدالتی و تبعیض از خود بی‌تفاوتی نشان نداد و هر گونه خطری را در این راه به جان خرید. شورای فعالان ملی مذهبی ضمن تشکر از همه احزاب، گروه‌ها، شخصیت‌ها و عموم کسانی که با انتشار بیانیه‌ها و حضور در مراسم تشییع و ختم هدی صابر مایه تسلی خانواده، دوستان و همفکران آن عزیز را فراهم آوردند، با تأکید بر ضرورت روشن شدن ابعاد ناپیدای مرگ مظلومانه هدی صابر، یاد و خاطره او را که نماد عدالت طلبی، آزادی خواهی و حق طلبی بود گرامی داشته. قطع برق و اینترنت کوی دانشگاه سبب تجمع و اعتراض دانشجویان شد که با ورود و برخورد ماموران حراست مبدل به سر دادن شعارهای ضد حکومتی گردید.
به گزارش جرس، کوی دانشگاه تهران شامگاه جمعه 27 خرداد ماه مجددا دچار قطع برق و اینترنت و وسایل ارتباطی شد که منجر به ساعت‌ها ناآرامی و درگیری‌های پراکنده میان دانشجویان و حراست دانشگاه تهران گردید. منابع دانشجویی اعلام کردند این قطع برق که در اوج فصل امتحانات دانشجویان رخ داد، بلافاصله سبب خروج دانشجویان از ساختمان‌ها و تجمع سکوت در ضلع شمالی کوی و اقدام به روشن کردن آتش از سوی آنها شد. بر اساس این گزارش، تعداد قابل توجهی از مامورین حراست با تهدید و برخوردهای خشن سعی در متفرق کردن دانشجویان داشتند که همین امر منجر به درگیری میان دانشجویان و ماموران حراست شد. به گفته شاهدان، درگیری ها به صورت پراکنده تا نیمه شب که برق کل کوی وز شد ادامه داشت. دانشجویان در نهایت با سر دادن شعار و همچنین خواندن سرود یار دبستانی نیمه های شب متفرق شدند. گفتنی از غروب روز چهارشنبه 25 خرداد ماه نیز برق و اینترنت کوی دانشجویان دانشگاه تهران قطع شده بود. مصطفی درایتی معتقد است بستن فضای سیاسی به روی فعالان سیاسی و به حاشیه راندن افراد معتدل باعث ظهور جریان انحرافی شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این فعال سیاسی اصلاح طلب بی‌توجهی به هشدارهای دلسوزان و بزرگان کشور را علت اصلی شکل‌گیری جریان‌های انحرافی دانست و گفت متاسفانه عده‌ای در طول 6 سال گذشته به خاطر منازعات سیاسی و خارج کردن رقیب از قدرت مصیبت‌هایی را برای کشور درست کردند که تبعات سنگینی در پی داشته و در آینده نیز مشکلات بسیار بزرگتری را برای مردم به وجود خواهد آورد. درایتی افسود در حال حاضر جریانی در جامعه قدرت گرفته که بسیاری از بزرگان و عقلای نظام طی سالیان گذشته درباره شکل گرفتن آن هشدارهای جدی می‌دادند، اما بی‌توجهی به این هشدارها باعث شد تا وضعیت جامعه به این مرحله خطرناک برسد که حتی بسیاری از حامیان دیروز آن به منتقدانش تبدیل شوند. و گفت پس از بستن فضای کشور به روی فعالان سیاسی و استفاده از ابزارهای غیر سیاسی در برخورد با نخبگان باعث به وجود آمدن مشکلات فعلی شده و راه مقابله با جریان انحرافی نیز روی آوردن دوباره به قواعد بازی سیاسی و دادن آزادی بیشتر به مردم است. درایتی افسود متاسفانه با خانه نشین کردن افراد معتدل، کسانی وارد عرصه شدند که جایگاهی در بین مردم ندارند و هنگامی که فضای سیاسی جامعه فضای رقابت جدی نباشد، باید منتظر این آفتها بود. در این بخش با اخبار کوتاه همراه شما هستیم. روزنامه اعتماد با پیام سید محمد خاتمی دوباره منتشر شد. روزنامه اعتماد که سال گذشته توقیف شده بود، از دیروز با برطرف شدن موانع قانونی منتشر شد. به گزارش کلمه، در صفحه اول روزنامه پیامی از سوی سید محمد خاتمی به مناسبت بازنشر این روزنامه درج شده است که در آن آمده است: ستاره اعتماد هرچند زمانی دراز در محاق تعطیلی افتاد، اینک باز آغاز به درخشش می‌کند و چون در باور مردم و ارزش‌های انقلاب اسلامی که بر مدار ایمان به خدا و حرمت انسان می‌گشت ریشه داشت، در یادها و خاطره‌ها ماند و خدا را سپاسگزاریم که شاهد طلوع دوباره اعتمادیم، به این امید که بر پیمان خود با مردم که صاحب اصلی انقلاب و کشورند پابرجا بماند و اطلاع رسانی درست و بیداریگری را همچون گذشته وجه همت خود قرار دهد. رئیس کمیته حقوق بشر مجلس گفت گزارشگر ویژه سازمان ملل را راه نمی دهیم. زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس در گفتگو با نسیم با بیان اینکه صدور قطعنامه ضد حقوق بشر علیه ایران از اساس غلط و با رویکرد سیاسی بوده است، گفته ما گزارشگران موضوعی سازمان ملل را خواهیم پذیرفت و برای ما تعامل و همکاری مهم است، اما زمانی که گزارشگر ویژه با اقراض سیاسی تعیین می شود از پذیرش آن معذوریم.
مصطفی اسکندری زندانی سیاسی زندان رجایی شهر خواستار ملاقات احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر با وی و دیگر زندانیان سیاسی شد. به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، مصطفی اسکندری دانشجوی رشته پزشکی و از بازداشت شدگان مراسم 40 شهید ندا آقا سلطان در بهشت زهرا می باشد که در مرداد ماه سال 88 به همراه همسرش کبرا زاغ دوست بازداشت و با اتهاماتی همچون تشویش اذهان عمومی و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به حکم سنگین 31 سال زندان محکوم شد. مصطفی اسکندری با تاکید بر فشارهای وارد آمده طی این مدت و همچنین بازداشت طولانی مدت همسرش و نقش قاضی پیرعباسی و سایر بازجویان مربوطه در صدور حکم سنگین و غیر معمول 31 سال حبس خواستار پیگیری تمامی مسئولان دستاندرکار صدور این حکم ناعادلانه گردید. قاضی پیرعباسی علاوه بر صدور حکم سنگین زندان برای این زندانی سیاسی با هدف فشار مضاعف بر وی، کبرا زاغدوس همسر اسکندری را که وی نیز نزدیک به 2 سال را در بازداشت بوده است با تهدید به صدور حکم سنگین زندان وادار به طلاق از این زندانی سیاسی کرده است. علیرضا رجایی در ملاقات با خانوادش گفته است کاش من هم با صابر رفته بودم. به گزارش جرس در این ملاقات که پنجشنبه گذشته انجام گرفته، این فعال ملی مذهبی گفته است که از شهادت صابر و وقایع اخیر اطلاع دارد. این تحلیلگر سیاسی که از دوستان نزدیک صابر محسوب میشد با دریغ و اندوه بسیار گفته است کاش من هم با صابر رفته بودم. رجایی تصریح کرده است که او را وادار به غذا خوردن کردند. عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تاکید کرده از بودن در حبس هراسی ندارد، صبوری می نماید و بر مواضعش ایستادگی می کند. علی جمالی عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت و محمد حسین خوربگ عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی به مرخصی آمدند. به گزارش بامداد خبر، اجازه مرخصی علی جمالی به مدت 3 روز و برای شرکت در امتحانات پایان ترم دانشگاه صادر شده است. وی مرداد ماه سال 89 از محل کار خود رو بوده و به زندان اوین منتقل و پس از محاکمه به 2.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. محمد حسین خوربگ عضو کمیته دانشجویی و دبیر کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت نیز روز گذشته به مرخصی آمد. محمد حسین خوربگ از اسرای مراسم کمیل سبزی است که 30 مهر ماه 88 برای آزادی شهاب طباطبایی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در منزل او برگزار شده بود. در این مراسم ماموران امنیتی با یورش به محل برگزاری مراسم تمامی حاضران را بازداشت کرده بودند. پس از انتشار جزئیات فاجعه تجاوز گروهی به جمعی از زنان در خمینی شهر اصفهان، این بار خبر از تجاوز گروهی دیگر در روستایی از توابع کاشمر می‌رسد. در این ماجرا بیش از 10 نفر گروهی به زنی تجاوز به عنف کردند. به گزارش خبر آنلاین و به گفته ضابطان قضایی این شهرستان، همکنون بیش از 10 نفر از متجاوزان در زندان وکیل‌آباد مشهد در بازداشت به سر می‌برند. قاسم یعقوبی امام جمعه این شهر نیز روز گذشته از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی درباره روند رسیدگی به این پرونده انتقاد کرده است. هیچ یک از مسئولان شهرستان کاشمر حاضر به اطلاع رسانی دقیق در این باره نیستند و تنها به ذکر جملات کلی در بیان این جرم اکتفا می کنند. انتصاب ملک‌زاده به عنوان معاون اداری مالی وزیر امور خارجه در جلسه امروز مجلس انتقاد برانگیز شد. به گزارش خبر آنلاین، احمد توکلی راهیافته تهران در تذکری در جلسه علنی امروز با اشاره به اینکه 5 آبان 89 تحقیق و تفحص از شورای ایرانیان تصویب شد، گفت مهلت 6 ماهه از بررسی این تحقیق و تفحص به سر آمده اما گزارش آن هنوز به صحن علنی ارائه نشده است. به گفته وی اگر این گزارش به موقع ارائه میشد، اینگونه نمیشد که کسی با صدها پرونده تخلف معاون وزیر خارجه شود. وی از مذاکراتش با وزیر خارجه یاد کرد و گفت به آقای صالحی گفتم این کار را نکن. ایشان هم گفت که خیرخواهان زیادی به او تذکر دادن اما او سندی برای این موارد ندارد. البته من به ایشان گفتم که بروید از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات سند بخواهید. لاریجانی در پاسخ به این تذکر
خواستار ارائه سریع‌تر گزارش تحقیق و تفحص از شورای ایرانیان به هیئت رئیسه شد و سبحانی نیا را مأمور پیگیری این کار کرد. سرپرست کمیته امداد امام خمینی گفت همکنون بیش از 40,000 مددجو در کشورهای مسلمان از خدمات کمیته امداد بهره می‌برند. حسین انواری در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا کشورهای لبنان، عراق، افغانستان، جمهوری آذربایجان، کمر، سوریه و تاجیکستان را از جمله کشورهایی بیان کرده که کمیته امداد امام خمینی در آنها دفتر نمایندگی دارد. سرپرست کمیته امداد امام خمینی با بیان اینکه بیشترین تعداد مددجویان خارج از کشور کمیته امداد به لبنان مربوط می شود، افزود دفتر نمایندگی کمیته امداد در لبنان با رهنمودهای رهبری اواخر سال 86 تأسیس شد که همکنون بیش از 434 شهر و روستای لبنان زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند. وی کل خانوارهای مورد حمایت کمیته امداد در لبنان را بیش از 6,000 خانوار با جمعیتی بیش از 11,000 نفر عنوان کرده. و اما دو خبر از منطقه. پادشاه مراکش طی نطقی طرح خود را برای اصلاح قانون اساسی این کشور و ارائه آزادی بیشتر به مردم را اعلام کرده و از آنها خواسته است که از این برنامه اصلاحات حمایت کنند. به گزارش آینده به نقل از بی بی سی، پادشاه مراکش میگوید که این طرح ایجاد نهادهای دموکراتیک، حفظ حقوق اساسی و تضمین آزادی بیان شهروندان را در پی خواهد داشت. مراکش یکی از کشورهای عرب است که شاهد تظاهرات دموکراسی خواهان بوده است. محمد ششم جمعه در نطقی که از تلویزیون دولتی مراکش پخش شد گفت بر اساس این طرح قدرت پادشاه تا حد امکان کاهش خواهد یافت. به گفته وی بر اساس طرح مذکور نخست وزیر از اختیارات بیشتر از جمله حق انتصاب مقام‌های دولتی و منحل کردن پارلمان برخوردار خواهد. و تانک‌های حکومتی سوریه به شهرهای مرزی بدامه وارد شده و خانه‌های مردم را آتش زدند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ادامه سرکوب و کشتار مردم آزادی‌خواه سوریه توسط قمای حکومتی و حامیان حزب بعث، ارتش سوریه با تانک و نفربر وارد شهر بدامه در شمال این کشور شده و ضمن حمله به مردم و زنان و جوانان معترض، صدها نفر را به صورت فله‌ای بازداشت کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادن و شهر را به آتش کشیدند. این در حالی است که بالغ بر 11,000 تن از شهروندان سوری در طول هفته گذشته برای فرار از سرکوب و کشتار حکومت به مناطق مرزی با ترکیه و همچنین خاک آن کشور پناه بردند. فعالان سوری و حقوق بشری گفته بودند که شهر بدامه که در معرض حمله حکومت قرار گرفته محل ارسال آذوقه و مایحتاج پناهجویان در منطقه مرزی بود و سربازان ارتش از بامداد شنبه صبح وارد این شهر شده و به تیراندازی و آتش زدن ساختمان‌ها مشغول شدند. یک روز انتخابات، دو سال بحران، هنوز رأی ها رو نشمرده بودن. بازداشت ها شروع شد. 22 خرداد 88، چهره های مشهور اصلاح طلب فردای انتخابات در زندان بودن. بازداشت ها ادامه داشت و اعتراض سبز ها گسترده تر. دانشجوها و مردم عادی کوچه و خیابان هم به زندان رفتن. شکنجه، تجاوز، قتل. برنامه چهره ها از مبارزان مدنی میگوید که در زندان ها مقاومت میکنند. رنج پس گرفتن رأی و ایستادن در برابر ستم. چهره زندانیان سیاسی در برنامه چهره ها. من فرزانه بزرگپور هر هفته با برنامه چهره ها از تلویزیون رسا. و در ادامه انتقاد دبیر کل فراکسیون اصلاحات از وضع موجود، گزارش مجلس از تخلف گسترده دولت در واردات بنزین یارانه‌ای در سال 88، به دادگاه کشیده شدن مدیران استانداری تهران در ارتباط با پرونده اختلاس و فساد در بیمه و لغو حکم فرمانداری ساری به دلیل استخاره بد. محمد رضا تابش گفت مردم ما چه تقصیری دارند که میبایست هر روز تن و بدنشان به واسطه بی‌ثباتی در عرصه اقتصادی بلرزد. دبیر کل فراکسیون اصلاح طلبان مجلس هشتم با اشاره به موج
مهاجرت جوانان به کشورهای خارجی، افزایش آمار فزاینده طلاق و اعتیاد و رشد آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد. آیا برخی سوء رفتارها و تصمیم‌گیری‌های نابخردمندانه عزت و حرمت مردم را خدشه‌دار نمی‌کند و از شأن حاکمان نمی‌کاهد؟ چرا با وجود اینکه صاحب منابع نفتی و ذخایر گازی عظیمی هستیم، باید هنوز شاهد ظهور جلوه‌های خشن فقر و تبعیض در جامعه باشیم؟ مردم ما چه تقصیری دارند که میبایست هر روز تن و بدنشان به واسطه بی‌ثباتی در عرصه اقتصادی بلرزد و نتوانند نسبت به آینده خود و فرزندانشان برنامه‌ریزی داشته باشند؟ به گزارش جرس، محمد رضا تابش نماینده اردکان در مجلس گفت امام علی زمامداری را پذیرفت تا نسبت به احقاق حقوق مردم و جلوگیری از ستمکاران اقدام کند. عدل و دادگری و احقاق حقوق بینوایان شاه بیت دوران زمامداری کوتاه آن امام و تنفس دوران زندگی علی است. آنجا که خطاب به مالک اشتر رضایتمندی مردم که متن جامعه را تشکیل می‌دهند و پرداختن به رفع مشکلات آنها را جزو اساسی ترین وظایف حاکمیت می‌داند. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از تخلف گسترده دولت در واردات بنزین یارانه‌ای 88 گزارش می‌دهد. سید فاضل موسوی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد وضعیت تولید، واردات و عرضه بنزین در سال 88 که قرار است طی هفته جاری در صحن مجلس قرار شود، اظهار داشت بر اساس قانون بودجه سال 88 دولت موظف بود تنها بنزین تولید داخل را از طریق سهمیه بندی به مردم ارائه دهد که معادل 45 لیتر ماهانه بود، اما دولت در سال 88 اقدام به ارائه 100 لیتر بنزین یارانه‌ای به مردم کرد. نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد دولت 55 لیتر بیشتر از سهمیه مشخص شده در قانون بودجه سال 88 بنزین یارانه‌ای توزیع کرد که این امر تخلفی آشکار از بودجه بود. و افزود دولت برای واردات 55 لیتر بنزین یارانه‌ای به معاوضه نفت و گاز خام ایران با بنزین وارداتی پرداخت که این امر خسارات جدی به منابع درآمدی بودجه وارد کرد. جمعی از مدیران سابق و فعلی استانداری تهران به دلیل ارتباط با پرونده بیمه احضار و بازداشت شدند. روزنامه اعتماد در اولین شماره از دور جدید انتشار خود طی خبری در خصوص بازداشت تعدادی از مسئولان عالی رتبه استانداری به نقل از دادستان تهران آورده است یک سری افراد به دادستانی احضار شدند که پرونده آنها مرتبط با پرونده بیمه است، اما در خصوص اعلام اتهامات معذوریت داریم. بر اساس این گزارش، این در حالی است که تاکنون استاندار تهران در ارتباط با احضار و دستگیری برخی مدیران خود موضع‌گیری نکرده است. پرونده بیمه ایران تنها موضوع قضایی است که در اغلب جلسات مسئولان دستگاه قضا با رسانه ها از آن به عنوان نمونه بارز مبارزه با فساد اقتصادی دانه درشت ها یاد شده است. شایان ذکر است محمد رضا رحیمی، معاون اول و سخنگوی دولت، از متهمان ردیف اول پرونده فساد مالی و زد و بند و اختلاس در بیمه ایران و همچنین خانه فاطمی می باشد که با گذشت 15 ماه از وعده های رئیس قوه قضاییه و پیگیری های نمایندگان مجلس، نهادها و مقامات فراقانونی مانع رسیدگی به آن شدند. حکم فرمانداری ساری با استخاره لغو شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی با اشاره به اینکه گزینه نهایی و مورد تایید بنده و وزیر کشور برای تصدی مسئولیت فرمانداری ساری شخص علی بابایی کارنامی بوده است، اظهار داشت به واسطه اینکه از مدت زمان انتصاب حکم تا روز معارفه بر تصدی بابایی بر مسند فرمانداری ساری استخاره بد آمده، ترجیح دادیم با معرفی سرپرست فرمانداری به دنبال گزینه جدیدتری برای تصدی فرمانداری مرکز استان براییم. طاهایی با بیان اینکه بابایی از افراد مخلص و نیروهای پایه‌کار در خدمات رسانی و توسعه استان است، یادآور شد. بابایی نباید به واسطه عدم تصدی این مسئولیت ناراحت باشد، چرا که بنده
از وجود وی در مسئولیت فعلیش که سازمان همیاری شهرداری های استان بوده نیاز دارم. وزیر کشور در مورخه 10 خرداد ماه 90 در حکمی علی بابایی کارنامی را به سمت فرماندار ساری منصوب کرده و قرار بود نام برده 28 خرداد معرفی شود. در حالی که مدت زیادی از خبرساز شدن تجاوز گروهی به 6 زن در خمینی شهر نمی‌گذرد، دیروز معلوم شد که حدود 2 هفته قبل از وقوع آن جنایت در شهرستان کاشمر نیز بیش از 10 نفر به زنی تجاوز کردند. این جنایت 1.5 ماه پس از وقوع و پس از آن رسانه‌ای شده که امام جمعه کاشمر از دستگاه قضایی به خاطر کوتاهی در رسیدگی به این پرونده انتقاد کرده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار مصاحبه ای انجام داده ایم که میشنوید. به نوشته سایت خبر آنلاین، عاملان تجاوز در کاشمر 1 بار در گذشته دستگیر شده بودند، اما بعد دادگستری اونها رو به خاطر وجود نداشتن شاکی خصوصی آزاد کرده بود. خانم علی نژاد، منوط کردن رسیدگی به پرونده های تجاوز به وجود شاکی خصوصی چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ اولین تبعات منفیش رو خب تو جامعه شاهد هستیم. رواج این تجاوز هست، تکرار این هست، به این دلیل که متجاوزان یک حاشیه امنیتی احساس میکنن و در واقع با تهدید کسانی که اونها رو مورد تجاوز قرار میدن میتونن اونها رو ساکت بکنن که به عنوان شاکی پیگرد قضایی رو هم خواستار نباشن. و از همه مهمتر، اخیراً این اخباری که منتشر میشه راجع به تجاوزهای گروهی، به نظر میرسه پلیس در واقع به نوعی داره همدستی میکنه و این تجاوز رو به جای اینکه ما اسمش رو بذاریم تجاوز گروهی، باید بگیم تجاوزهایی که رسمی هست، تجاوزهایی هست که در واقع با حاشیه امن قرار دادن متجاوزان پلیس داره حمایت میکنه تا رعب و وحشت ایجاد بکنه و ازش بهره خودش رو ببره. در مواردی هم شاهد بودیم که از کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتن شاکی شده پلیس. روزنامه روزگار امروز از قول امام جمعه کاشمر نوشته که علاوه بر متهمان انجام تجاوز، قربانی این جنایت خودش هم زندانی شده. به نظر شما الان در ایران پیگیری بدون هزینه شکایت از جنایتکاران جنسی تا چه حد امکان پذیره؟ اتفاقا همین موضوع باعث میشه که کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتن، خصوصا دختران جوانی که خب توی شهرستانهای کوچیکتر هم هستن، احساس ناامنی میکنن، چون میدونن اگر به پلیس مراجعه بکنن به جای اینکه با متجاوزان برخورد بشه خودشون قربانی میشن. این قضیه مسبوق به سابقه هم هست در مورد دانشگاه زنجان که دانشجویانی که اعتراض کرده بودن مورد پیگرد قانونی قرار گرفتن. ببینید، در موارد سیاسی ما شاهد بودیم وقتی در کهریزک بحث تجاوز به زندانیان افشا شده بود، اون موقع شاکی خصوصی هم داشتن، ولی حتی در محضر نمایندگانی که کمیته پیگیری بودن، برخی از زندانیان کهریزک اعلام کردن که مورد تجاوز قرار گرفتن، اما بعدها آقای سعید مرتضوی همون زندانی رو مورد تهدید قرار داد و حتی نهادهای موازی امنیتی هم سراغ کسانی رفتن که در مورد تجاوز قرار بود افشاگری بکنن. و من فکر میکنم که این توی حوزه اجتماعی هم الان داره نمود پیدا میکنه که پلیس دنبال کسانی که متجاوز هستن میره که اونها رو قربانی بکنه و هرگز بنای این نداره که تجاوز رو متوقف بکنه، چون این یک ابزاری هست برای ساکت کردن هم معترضان سیاسی و هم توی حوزه اجتماعی برای ساکت کردن مردمی که پوشش دیگه ای رو میپسندن. بنابراین من فکر میکنم که باید این قضیه رو درش تأمل کرد که چرا این بار در تابستان به جای مستقر شدن گشت های ارشاد و طرح ضربتی ایجاد امنیت. پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم که امشب نیز همراه رسا بودید. تا شب دیگر و دیداری دیگر با شما، خدا نگهدار.